ای کاش دستم هیچ کس بهش سعی نمیزد. ندیدم وقتی دیدمش که صادق دیدی بچم از خسته همه محسفی جان. بابا مادر جان، از موقعی که راه افتادیم شما عزاد گرفتیم. برو خدا رو شکر کنیم که زنده است. چی شد؟ جاوید میگه بابا حالش خوبه، فقط یه بار سراغ امیرعلی رو میگیره. بعد راستش رو به بابا میگفتی که دوباره سکته کنه؟ آخره پدرشه دیگه. حالا نمیدونم اصلا به زنش گفتن که امیرعلی تو این وضعیته یا نه. ما به اندازه کافی خودمون نگرانی داریم ساده، دیگه نمیتونیم نگران اونم باشیم. بعضی وقتا حرفایی میزنی یا سامیه. ما هر چقدر نگرانی داشته باشیم باید به فکر اون زنم باشیم. به هر حال عروسمونه. پاشیم بریم یه سریم به اون بزنیم. پاشیم میایم بریم. میمیرم. بیم با پله بریم. مثل اینکه یه چادر گلدار سرشه. از کجا میدونی؟ لباسای خودش که توی تصادف در بوداغون شده بود. مانتو چادر هم اتاقیش هم تو کمد نیست. فراریش داده؟ آقای محسنی کاری که گفتم رو انجام بده. چی کار به این کارا داری تو؟ بابا این همه خانم چادری اینجاست، نمیتونم همه رو نگه دارم که شر میشه. این یکی پاش یه خورده میلنگه، صورتش هم زخمیه. تو تک تک آدمایی که میخوان از بیمارستان در بیان بیرون رو چک کن، این نشونی رو نداشته باشه. خیلی خوب، ببینم چی کار میکنم. شما مریضی یا عیادت کننده ای؟ اومده بودم برای عیادت. بیرون هم نبود. خب با این پای لنگش کجا میتونه رفته باشه؟ حتما تو بیمارستان دیگه. خیلی مسخره است. ما اصلا نمیدونیم چه شکلیه. چطوری پیداش کنیم؟ چند نفر تو اون سن، هم صورتش زخمی، هم باردار، هم پاشلنگ میزن. بریم ببینیم کجاست. چیشو؟ نیست. جواب امیرعلی چی بدی؟ کجا رو داره بره مامان؟ مگه امیرعلی نمیگفتین؟ ببین چی دیده ما رو که از ما در رفته. صادق مادر حالا چی کار کنیم؟ شما یکم آروم بگیر مادر من. اگه تو بیمارستان باشه که پیداش میکنن، همه جا دارم میگردن. پس چرا وایسادین؟ بازم بریم بگردین دیگه. در ساده منو باش. به خاطر این به همه چی پشت پا زد. سمیه مگه چشه؟ زنی که تو این شرایط شو بیل میکنه میره، خب معلومه چه توفهیه. مادر شوهر تو بهت بگه یک سال پات خونش نمیذاری.
شما اصلا این دختره رو دیدی که بخوای چیزی بهش بگی الان گذاشته رفته؟ خواهر من یاد نره که ما اصلا ندیده گرفتیمش، این از صد تو بدوی رو بدتره. شما تو این وضع و اوضاع بابا و امیرعلی به فکر اونی؟ یه زن بی پشت و پناه ببین به کجا رسیده که جونشو ورداشته در رفته. اشتباه از ما بود، به خصوص پدرت. هرچی گفتم گوش نکرد که نکرد. حالا شما هم دنبال مقصر نگردید، هممون اشتباه کردیم دیگه. صادق جان تو باباتو نمیشناسی؟ راه برا نمیگفت حلالتو نمیکنم اگه بریم سراغ اون دوتا. خودمونو که میشناسیم، ما هیچ کدومون جرئت نکردیم بریم سراغ امیرعلی. شاید اگه میرفتیم سراغ امیرعلی بالاخره بابا نرم میشد. یه بابا حق نداره بهترینو برای بچهش بخواد. چطور در مورد پسرش حق داره ولی در مورد دخترش حق نداشت؟ جاوید پرورشگاهی بود. من اسمی از جاوید آوردم. ولی منظورت با اون بود. اگه با نگم باشه متوجه پدر مادرشه که بلش کردن، نه خودش. من نمیفهمم تو چجوری ندیده و نشناخته وکیل مدافعش شدی؟ اولا که متهم نیست وکیل مدافعش بشن، ثانیا من نمیدونم. من که میگم اون فقط به خاطر پول زن امیرعلی شده. نه اینکه جاوید عاشق دلخسته شما شد. اونو با جاوید مقایسه میکنی؟ شما اصلا از اول چشم دیدن جاوید رو نداشتیم. تو نه امیرعلی خجالت داری. الان وقتی این حرفاست من میترسم بلایی سر بچهش بیاد. اون بچه یادگار امیرعلی مونه. مادر جان امیرعلی هنوز زنده است. زنده. کجا میبریش این بنده خدا رو؟ بابام مرخص شده میریم خونه. برگه ترخیص دست شوهرم الان میاد. پس همینجا سر کن تا بیاد. همینجا باشی ها. کجا خانم؟ سردش شده میخوام ببرمش تو ماشین. برگه ترخیصه چی شد؟ گفتم که شوهرم الان میاره دیگه. هنوز که نیورده. ببینم سر صورتت چی شده؟ تو به سر صورت من چی کار داری مرد حسابی؟ برگه ترخیص میخوای؟ گفتم شوهرم میاره. خجالتم خوب چیزیه ها، جلو زن مردمو گرفتی هی سوال جواب سوال جواب. شلوغش نکن. به من زنگ زن یه نفر تو بخش در رفته. من باید حواسم جمع باشه تا از این در نری بیرون. شما هم همینجا میمونی تا تکلیف روشن شه. تا این برگه ترخیص میرسه. خانم جلالی یه لحظه بیا اینجا. چشه به اینو باباش باشه تا من زنگ زن پرسته یه نفعی بیاد ببینم توی بیمارستان چه خبره. اینم مادر شوهر تو شرکا. راحت نباش، کسی که از پس اون مخمصه برماده از پس اینم برمیاد. بریم. ببین، گذشته ها رو فراموش کن به خاطر آینده بچه‌ت. خب، اینم عروس خوشگلتون. سلام. سلام عزیزم. مدت فکر میکردم چه شکلی هستی. منم خیلی به فکر شما بودم. یعنی این پسر من یه عکس از ما به تو نشون نداده؟ شایدم خودش نخواسته. حالا گله ها رو بذاریم برای بعد. بریم تو اتاق جلو مردم گذاشتی. بفهم امیرعلی خوابید تا ما بیدار شیم.
حق داشتی بذاری بری، حق داری نخواهی ما رو ببینی. هممون حالمون بده، اما تو این شرایط بهتره با هم کنار بیای. دیگه برای آشتی کردن خیلی دیره خانم. شاید، ولی هرچی پیش بیاد تو عروس این خانواده دیگه تنهات نمیذاری، نه تو رو نه این بچه رو. میخوام حالتون خوبه؟ مینو جان، مینو، صادق جان، دکتر، آره دکتر صدا کن. مینو جان خوبی؟ به خاطر استرس و فشارهای عصبی بعد تصادفه، وقتی آوردنش کامل معاینه شده، مشکلی نداشت. آقای دکتر تو رو خدا بچه چی؟ سالمه؟ چند بار بگم خانوم، فقط تا زایمانش باید استراحت و آرامش کامل داشته باشه. حالا که این مرخص میشه؟ چند روز بعد تحت نظر باشه، بعد میتونین ببرینش. اینجا کنار شوهرش وقتی رویش بیشتر به هم میریزه، دائم تو فشار و استرسه. البته پلیس هم باید در جریان باشه. پلیس دیگه برای چی؟ خب یکی تو این تصادف فوت کرده، بعد بفهمن ماجرا چی بوده. مردن اون زن چه ربطی به عروس ما داره؟ پسرتو میتونه برای ترخیصش با مامور این پرونده صحبت کنه. خداحافظ. چی شد مادر؟ یاد وایسیم تو اتاق خالیش. حالا اتاق خصوصی نباشه چی میشه؟ نمیخوام فکر کنه براش کم میذاری. صادق جان، دکتر گفت برام مرخص کردنش باید با مامور حرف بزنیم. باشه حرف میزنم، فقط خدا کنه شوهرین خدا بیامور زودتر پیدا بشه که زودتر قائل خط بشه. انشاءالله. بالاخره امونش رو بریدی؟ گناه داشت این دختر وقت برگشته به تو پناه آورده بود. زبونت چریه میخواد؟ بگو چی شده خو؟ هیچ، خوشی زد زیر دلش. خوشی؟ اگه نونش دادی حتمی لب تنور دادی پسر جون. بایست برم دوتا چایی بیارم بخوریم تا ببینم دردت چیه. نمیای وقتی هم که میای میشینی پایین بی سوال. پای تو هم نشستم که. خواهی من نشستی؟ من از خجالت این در و همسایه پامو از خونه بیرون نمیذارم. همش ازم میپرسن هنوز صیغه ای عقدت نکردن. ولشون کن بابا، اینا بیکارن، میخوان یه وری بزنن. بزن بزنن. خیلی چیزای دیگه هم میگن. این زندگی برای من درست کردی؟ بهترشو سراغ داری بذار برو. خود نمیخوری؟ دستت درد نکنه. بیا بهش برم میخوره. آقا من به هر دری میزنم واسه خاطر تو دارم میزنم، بفهم اینو. من میخوام یه زندگی درست درون برات درست کنم. آره لنگه بابا، حالش که به هم خورد بردمش درمونگاه، یه قرون پولم تو جیبم نبود. تو اون هیری ویری خمار شد، افتاد به التماس که هر جور شده براش یه حبی سوخته یه چیزی پیدا کنم. قسم خورد که بریم خونه ترک میکنه، یه زندگی درست درمون برام ردیف میکنه. نصف شبی سراغ هر کس و ناکسی رفتم، با التماس و گریه‌زاری زهرماریشو براش گیر آوردم. برگشتیم خونه، باز همون آش شد و همون کاسه. میدونی چطوری زندگیمو ردیف کرد؟ مرد و در به درم کرد. تقاضای گذشته تو من باید پس بدم؟ نه، تو فقط آیندم رو به گند نکش.
سلام. خبری نشو؟ نه هیچ. من دیدمش. دیدم نسا فرار کرد. بدخواب شده بودم. اومدم تو حیاط یه هوایی بخورم که یهو دیدم. باز چی جلوشو نگرفتی؟ باز چی گذاشتی بره؟ منم مادرم. خودم رو گذاشتم جای اون، تاب نیاوردم. حالا یهو یادت افتاد مادری؟ چه ساخت و پاختی باش کردی؟ ساخت و پاخت چیه؟ حرفت هم تو بفهم آقا سعید. شرمندم مولوی خانم، من یه ذره اعصابم داغون، اصلا نمیفهمم دارم چی میگه. من اگه دهنمو وا میکردم همه چی رو به نسا میگفتم، خانم منو مینداخت بیرون. خودت هم که دمار از روزگارم در میآوردی. وقتی دیدم با پای خودش داره میره. حالا کجاست؟ کجا رفته؟ ده بگو کجاست نسا؟ خودتو به موش مردگی نزن ملوک خانوم. الان میرم بهشون میگم تو فراریش دادی ها. اون وقت پدرت جفتتون رو در میارم، هم تو رو همون نسایه در بدر شده رو. پدر کیو میخوای در بیاری؟ نسا مرده، تصادف کرده مرده. این قصه رو نسا گله هم کرده که من دست از سرش بردارم. آره؟ از خر به هم گفت تو روزنامه نوشتن. اینقدر چرند سرم نکن ملوک خانوم. از خر سواد داره بتونه روزنامه بخونه؟ حبیب براش خونده. حبیب دیگه چه خریه؟ حبیب پسرمه. از خر که رفته پیشش اون بهش گفته. حرف دهنت هم بفهم آقا سعید. حالا از خر کجاست؟ پیش حبیب دیگه. خب اینا رو چه جوری به تو گفته؟ تلفن کرد. یعنی تلفن کرده گفته اسم نسا رو تو روزنامه نوشته؟ بله. داری دروغ میگی ملوک خانوم. حداقل یه چیزی بگو بگنجه. هیچکی از اسم من و نسا خبر نداره. وقت پسر تو از کجا میدونه نسا کیه؟ ما بهش گفتیم، اون از همه چی خبر داره. داری دروغ میگی مثل استغفر الله. خدا کنه دروغ باشه. برو خودت روزنامه بگیر بخون، سواد که داری. نسا کجا تصادف کرده؟ وقت بچه‌م چی شده؟ من نمیدونم کجا تصادف کرده، ولی میدونم بچه‌ت زنده است. تا وضع پرونده روشن نشه نمیتونیم ببرینش تهران. جناب سروان، ایشون باردارن، شوهرشون هم که اینجا بستریه، همه ما هم که هستیم، درک نمیخوایم بریم. دکترشون گفتن از اینجا منتقل بشن براشون بهتره. من کاره ای نیستم، باید ببینم نظر سرنگ معتمد چیه. آخه راننده که اینجا تو کماه. اصلا هر چی بخوای تقدیم میکنیم، سند، وثیقه، آدرس، چک، هر چیزی که شما بگین. به هر حال تصمیم گیرنده من نیستم. نظر آدم های خوبی میان که خوب یا بد نمیخوام منتشون رو سرم باشه. چه منتی؟ عروسشونه دیگه. آره، تازه یادشون افتاده عروسشونه. خواهر من، گذشت آدم رو بزرگ میکنه. یه عمر گذشت کردم که این حال و روزمه دیگه. همچین میگی یه عمر، انگار چند سالته. به سن و سال نیست خانم، مصیبت دونم پر شده، کاسه بدبختی هم تکمیل تکمیله. اگه بلایی هم سر شوهرم بیاد، پاک بی پشت و پناه میشم. البته اگه بیاد. با این چه حرفیه تو میزنی؟ خدا نکنه. نه نه، منظورم این بود که درست شد عزیزم، دیگه میتونیم ببریمت.
وا، مگه آدم کشتم که بخوان اینجا حبسم کنن؟ کسی حرف آدم کشتن نزد. میگن قانونش اینجوریه. بالاخره باید مطمئن شن که راست میگی. آخه واسه چی باید دروغ بگن؟ اونا که نمیگن شما دروغ میگی، میگن این قانونشه. امیرعلی چی میشه؟ نباس با خودمون ببریمش؟ دکتر میگه صلاح نیست الان جا بجاش کنه، فعلا باید اینجا بمونه. خب من که نمیتونم بیام و امیرعلی رو تک و تنها ولش کنم به امون خدا. عزیزم نگران نباش، صادق پیششه. مینو جا، ما هم دلمون نمیخواد اینجا تنها بذاریمش، اما هممون به فکر بچه ایم. فکر میکنی امیرعلی راضیه به قیمت موندن و پریشونید خدای نکرده بلایی سر بچه‌تون بیا؟ ببین عزیزم، چند روز بیشتر نیست، دکتر گفت حالش خیلی بهتر شده، همین روزاست که به هوش بیا. بر همین بهتر من برم شیراز، همونجا میرم منتظرش بمونم. این چه حرفیه میزنی؟ مگه میشه تک و تنها بری شیراز منتظرش بمونی که چی بشه؟ مگه نمیخوای بچه از سالم به دنیا بیا؟ نشنیدی گفتم باید یه نفر باشه ازت مراقبت کنه؟ نکنه نمیخوای پیش ما باشی؟ نمیخوام سربار باشم. منت سر تو نیست مینو خانم، ما وظیفه‌مون از بچه امیرعلی مراقبت کنیم. منظور سمیه اینه که ما... منظورم کاملا روشنه مامان. شما یادتون رفته بابا سر چی فشار خون و ناراحتی قلبی گرفت؟ مینو جون اگه دلش با ما صاف نمیشه، میخوام اینو بدونه که ما دلایل مهمتری برای این کدورت ها داریم، اما ازش گذشتیم. امیرعلی قبل از اینکه برادر تو باشه بچه منه، پاره تن منه. من که گمونم مینو جون بیشتر فکر خودشه تا امیرعلی، وگه نه چطور تو این اوضاع دلش اومد امیرعلی رو اینجا ولش کنه و بذاره بره؟ سمیه الان وقت این حرف هاست، وایسا ببینم. ببخشید مینو جان. عزیزم مینو جان به دل نگیر، سمیه به فکر امیرعلی و باباشه. تو اگه بچه هم نداشتی قدمت رو چشم ما بود، اگه تا الانم کوتاهی کردیم جبران میکنیم. من که طلبی از شما ندارم، کوتاهی هم اگه کردین در حق پسرتون کردین. من فقط نمیخواستم بچه هم لنگه خودم بی کس و کار شه و اگه شد عزیزم؟ درد داری؟ یه بوی داره میاد خانم. چه بوی؟ بوی گل یاس. گل یاس؟ نمیشنوی؟ نه، من فقط بوی دوا و قرص و آمپول میشنوم. مینو خانم ببخشید، فضولیه، ولی بوی عطرتون از پشت در بسته هم میاد. بوی یاسه نه؟ آره بوی یاسه. کادوی امیرعلیه ها، وگرنه میدادمش به تو. بیا یکم برات بزن. خوبه؟ بوی یاس چیه خانم؟ این بوی بهشت میده. برم خونه سعید حتما شاخ در میاره. بله چی؟ همیشه بهم میگه از در که میای تو بوی پیازداغ و تاید و ریکا میپیچه تو خونه. فکر کنم بلد نیست چجوری بگه. منظورش اینه که تو بوی زندگی میدی نسا. مینو جان میخوای یکم استراحت کنی حالت بهتر بشه؟ منم یه سری میرم ببینم صادق کجاست. باشه؟ باش، شما بفهم. خانم جون اومدی سراغم؟ خودت که دیدی ناچار شدم دروغ بگم. گفتی بچه‌مو نجات بده، یادت که هست؟ خب منم فکر بچه بدبختم هستم دیگه. ازم بگذر، ازم بگذر مینو خانم. مینو خانم ها
هنوز چله بابام نشده مرتیکه بیشرف میگه اگه میخوای بیرون نندازمت با سیغم شی. میخواستم برم سراغ زن و بچهش بگم این ریغماسی چیا به میگه. بلش کن بابا، خودم از خجالتش در میگه، جام که قد نیست که، میگرم جای خوب برات پیدا میکنم. اجا برم آسمون همین رنگ دیگه، یه دختر تک و تنها یا بالاخره یکی پیدا میشه بهش گیر میده، یا اگه گیرم ندن یه حرف و حدیثی راجبش میگن، یا به خودش میگن یا پشت سرش میگن. سعید میگم تو اگه منو عقدم کنی آ من که خدامه که. آره خب تو میدونی درد من چیه که اگه این بل کن بابا اون زمین دورزاری و سعید. آره شد زمین دورزاری؟ انگار سر گنج نشستی. میدونم سر گنج نشستی، ولی میدونی چیه؟ تو تا دخترم و تو نگیری آ باباتون یه تیکه زمین رو بهت نمیده بدبخت. تو یه خورده صبر کن، من دارم خامشون میکنم. بهشون گفتم این عقد و عروسی اینا رو باید بنازن عقب، اصلا کاروبارم بهونه کردن. اون یه تیکه زمین بیابونی تا 100 سال دیگه هم قیمت پیدا نمیکنه بدبخت. چی میگی واسه خودت؟ همین یه تیکه زمین بیابونی تا 2 سال دیگه میفته بر اتوبانی که بناس بکشن. پس بشین تا بکشن. من در بدرشم، هر کس و ناکسی بیاد بهم گیر بده، اون وقت تو منتظری که زمین نداشتت بیفته بر اتوبانی که بناس بکشن؟ وزک نمیر بهار میاد. بشین بابا، کجا داری میری تو؟ کجا رو دارم برم؟ دارم میرم کاخ بابا. باشه یه دقیقه بشین، یه دقیقه بشین ببین چی میگم. خب لا اله الا الله، بفرما چی میخوای بگی؟ بابا چقدر نق میزنی نسا؟ ببین اگه قرار شد وقتی زنم شدی هم اینجوری نق بزنی؟ باشه حرفتو بزن ببینم چی میخوای بگی؟ ببین راستش من میگم که ببین بذار من سیغت کنم. خب سیغه؟ بعد دست درد نکنه آقا سعید، دمت گرم واقعا. ای بابا بذار حرفمو تموم کنم. موقت نسا. ببین تو اصلا اوزام راست و ریس بشه. خب بعد ببین یه خونه میگیریم، اصلا منم بالا سرتم. خب اصلا وقتی خودم هستم اصلا کسی جرئت نمیکنه چپت نگاه کنه. این همه نشستم پاد که سیغم کنی، خاک تو سرت واسه اون یه تیکه زمین صاب برده. مثلا من وقتی عقدت میکنم که بتونم یه زندگی درست سرمون برات ردیف کنم. من زندگی درست سرمون نمیخوام سعید، همین که دوتامون زیر یه سقف باشیم راضی ام. مثلا خیال میکنی من برای چی از اون خراب شده در رفتم؟ برای اینکه من میخوام به جای بوی تاپاله و پشکل بوی عطر ادکلن بخوره تو دماغم، به جای خر و گوسفند و گاو میخوام چهار تا آدم حسابی ببینم، به جای حرم تنور باد کولر بخوره تو صورتم. نسو من میخوام یه زندگی درست سمون برات جور کنم، برات جفتمون. من دیگه نمیخوام تو حسرت و بدبختی زندگی کنم. باشه سعی، باشه. باشه چی؟ دارم بله رو بهت میگم دیگه خره جونه من. نوکرتم نسا، اصلا خردم قبول. ببین به جون خودم یه کاری میکنم خانومی خونه خودتو بکنی، اصلا پاتو تو خونه هیچکی نذاری برای کلفت. نوکرت.
آقا جسد رو فرستادن پزشکی قانونی برای تشخیص هویت. مشخصات که اون خانم داده با مشخصات جسد تطبیق داره. زنه غلط کرده تطبیق داده. من دارم میگم اینو. آقا من که دارم بهتون توضیح میدم خانمه چی گفته، قضیه چی شده. آقا این یه قصه گله هم کرده. قصه شما یا غیر قصه به من ربطی نداره، به پلیس مربوط میشه. من چیزی که شنیدم و دارم میگم. زنمو به کشتن دادن اون وقت. آقا همین خانم جون بچه‌ت رو نجات داده، همین خانم بچه‌ت به دنیا آورده. بچه شدام هزار و هفت خدام زی گزد نمیترسام. به چه شد؟ کجای اخماتو واکن؟ کجا سیر میکنی؟ این همه سال زور زدم مادرم یادم بیاد، ولی جز سر صدای جنگ و بمبارون هیچی دیگه یادم نیست. تو خودت داری مادر میشی دیگه، مادر میخوای چیکار؟ اتفاقا الان بیشتر هوای مادرمو کردم. من نمیذارم یه دقیقه بچه‌م از جلو چشم کنار بره. برو خدا رو شکر کن وسط اون همه بمب و موشک زنده موندی. آره، ولی به بچه‌م چی بگم؟ بگم هیچی از کس و کارم یادم نیست. سعید بچه‌مون بی کس و کاره. ناشکری نکن نسا جون، تو لااقل آقات بالا سرت بوده. این بچه‌هایی که یتیم به دنیا میان آقا ننه بالا سرشون نیست، اونا چی بگن؟ بابام یه وقتی برام بابا بود، از وقتی پا گذاشتم تو این خراب شده که حالا مثلا آقای من کاری کرده برام؟ آدمایی مثل من و تو باید خودشون آقا ننه خودشون باشن. سعید هیچ وقت نری پی مواد دا. این چی بود حالا این مثلا؟ نترس، من بخوام خلاف کنم یه خلافی میکنم که زندگیمونو بسازه، نه که بسوزونه. چی گفت آقا سعید؟ حالا اینا رو ولش کن، اینا داشته باید بله جونو. مادرش قبل مرگ گفته اسمشو بزنی هستی. هستی؟ مگه دختره؟ خب آره دیگه، بچه من پسر خانم، خودم تو دستگاه دیدم. اگه سونوگرافی رو میگی این که همیشه نتیجش دقیق نیست. مگه میشه؟ چی داری میگی؟ میگم خودم دیدم. خدا رو شکر کن که بچه تون سالمه. باش، فردا پس فردا کارشو بکنم یا میبرمش. همینجوری که نمیشه، نامه رسمی باید داشته باشیم. نامه رسمی دیگه چه صیغه‌ایه؟ برید پیش آقای ممتازی براتون توضیح میدن که چیکار باید بکنیم. ای بابا، آقای ممتازی کیه؟ کجاست؟ برین اطلاعات راهنماییتون کنم. شما باید برین اداره پلیس و پزشکی قانونی. پرونده که کامل میشه میره برای بررسی. بعد قاضی پرونده اونجا باید به شما حکم بده که هم بچه‌تون رو تحویل بگیرید هم جسد زنتون. خب اینایی که میگی چقدر طول میکشه؟ درست نمیدونم ولی قطعا زمان بره. بچه‌م چی؟ تا موقع اینجا میمونه؟ اون که نه، تا تعیین تکلیف بچه‌تون تحویل بهزیستی میشه. چی؟ من مردم بچه‌ام بفرستین یتیم خونه؟ موقت آقا. اصلا بگو یه روز، من نمیذارم. این روال قانونی کاره، باقیش دیگه من ربطی نداره. میخوام مطمئن شم. خب اول باید با ببین خانم، تو این هاگیر واگیر اول دوم یاد من نده ها. شما رو اتاق چون چنده؟ نیست، رفته. من چی رفته؟ مرخص شده؟ مثل اینکه با خانواده شوهرش دعوا شده گذاشته رفته. ای بابا این دیگه کیه؟ شوهره دو شخ شده وسط زمین آسمون اون وقت این گذاشته رفته؟ اصلا شما میدونی تازگی ها چرا زنه هی پشت سر هم در میرن؟ چی میگی شما آقای محترم؟ مسائل شخصی مردم به ما چه ربطی داره؟ بابا مسائل شخصی کدومه خانم؟ زن من تو ماشینشون جزغاله شده، بچه‌مو دارن میفرستن یتیم خونه. وقت میگی مسائل شخصیشون به ما ربطی نداره؟ خانواده شوهرشون توی اتاقه. در ضمن اینجا بیمارستانه، یه خورده آروم‌تر لطفا. بابا شعار نده خانم، بگو اتاقشون کدومه؟ هزار تا بدبختی، راضیشون کردن فعلا به اون ماموره چیزی نگن.
آخه رفتن مینو چه دخلی به پلیسا داره؟ عزیزم. مامان اون زنه مرده. لابد خیال میکنم مینو که مینو زنه رو کشته، بعدم برای لاپوشونی شوهر خودشه فرستاده تو کما. این چرندیا چیه تو میگی سمیه؟ سمیه پاک قاطی کردی یا؟ پس این همه سوال جواب و برو بیا محض خنده است. نه خیر، برای طی مراحل قانونیشه. منم اینا رو میفهمم. درزه مامان، اونی که قاطی کرده من نیستم، اونه. آخه آدم نرمال تو این شرایط میذاره در میره؟ اتفاقا این آدم نرماله که تحمل بی‌حرمتی رو نداره. کی بهش بی‌حرمتی کرده ساده؟ ببینم دیگه چی میخواستی بگی؟ ما وظیفمونه بچه برادرمونه نگه داریم. این حرف یعنی چی؟ یعنی تو سندار برای ما نمیارزی. ببین سمیه، اگر بلایی سر مینو یا بچهش بیاد من میدونم تو. منم چیزی نمیگفتم، اون میذاش میرفت. مامان اون از ما خوشش نمیاد، از ما کینه داره. چطور شماها اینو نمیفهمین؟ صادق جان برو ببین خبری نشود، ببین سرهنگ جلالی زنگ زده یا نه. گفتم اگه زنگ زد بستش کنم به اتاق. مادر جان اصلا روم نمیشه برم بیرون. یه جوری به آدم نگاه میکنم که انگار اون آشنای بابات بود تو پلیس راه. به اونم خبر دادم. چه آبروریزی، عالم آدم فهمیدن عروسمون در رفت. مگه خودتون نگفتین زنگ بزنم؟ بله آقا. فکر میکنم اتاق اشتباه اومدین. نه اشتباه نیومدم آقا. میخواستم ببینم شما میدونستین عروس فراریتون زن من بدبخت و فراری داده؟ اینو بدونین. از همه تون شکایت میکنم. بیچارم کردن، همون شوهر بی همه چیزه. خجالت بکش مرد حسابی. برای چی فوش میدی؟ جایی تشکرته؟ تشکر؟ اه؟ واسه اینکه زنم فرستادن اون دنیا باید تشکر کنم؟ اونا تقصیری ندارن، اجازه بدید من براتون توضیح میدم. تو چی داری به من بگی؟ زن من اگه با اونا نرفته بود الان زنده بود. زن شما خودش اصرار کرده که همراه اونا بشه. اصلا نسا از کدوم گوری اینا رو میشناخته؟ مثل اینکه یه مدت خونه برادرم اینا کار میکرده. به من خر نیستم آقا جون. اون خونه 100 تا آدم کار کرده. واسه چی رفته سراغ اینا؟ یه چراش شما باید بهتر بدونی. شما کتک زدی، فراریش دادی، تازه یه چیزی هم طلبکاری؟ چرا قصه میگی خانوم؟ فرار و کتک کدومه؟ چی میگی؟ مینو گفت سر و صورت زن بیچاره کبود بوده. خودش به مینو گفته که شما زدینش. اون بیخود کرده با حرف کسش. از پله افتاده بود پایین. افتادنی در کار نیست آقا. فرار کرده که دست شما بهش نرسه. ببین انقدر فرار نکنه. فعلا اونی که فرار کرده عروس شماست. نکنه شما هم کتکش زدین که فرار کرده؟ آره. شما طلب چی از ما داری؟ خواستن ثواب کنن. بله خواستن ثواب کنن ولی زن منو کباب کردن. آقا شما هرچی میخوای بگی برو به پلیس بگو. ما خودمون کلی گرفتاری داریم، اعصاب این جر و بحثا رو نداریم. ببینم تو خیال کردی چون پول و پله داری دلتو دل مال ما گله؟ آقا میدونم شما حالتون خوب نیست اما من فقط اینو میخوام بدونم که تو شماها اصلا میفهمین چی شده؟ داداشت و زن داداشت زن من از خونه زندگیش فراری دادن، با اسپانیه مرگش شدن. آقا یه تصادف بوده، الان پسر منم تو کماست، عروسم هم زخمیه، تازه با این وضع بچه ای تو رو هم به دنیا آورده. انصافم خوب چیزیه. آروم باش مامان، آروم باش. آقا شما هم حالا دیگه برو بیرون بذار. تو دیگه وزوز نکن. چی میگی؟ باشو ببینیم بیرون ما هم صحبت کنیم. دستت بکش بینیم بابا. با حرف تو زن من زنده میشه؟ نه زن من نکنه. این حرفا حالیت بود زن در نمیرفه. دهن آدمو وا میکنه. تو دهن تو وا کن ببینم چه بری میخوای بزنی. ول کن بچه‌مو. چی میگی؟ اینجوری میخواین رو گندکاری تو ماله بکشین ها؟ دیگه داره کفر منو بالا میاره. هر چی میخوام با زبون خوش باشه. زبون ناخوشتو میخوام بکشم. بس دیگه آقا، شما مثل حرف حساب حالیتون نمیشه. شما برای چی اصلا با ما سر جنگ داری؟ با تقدیر میتونی بجنگی؟ تقدیر کدومه خانوم؟ شاید زن من میخواست از پشتمون خودشو بندازه پایین. اینا باید نردمون میذاشتن زیر پاش. اصلا من میخوام ببینم این برادر بی وجود تو برای چی یه زن غریبه رو با خودش راه انداخته؟ ها؟ غیرتم خوب چیزیه که همسال شما. آقا خجالت بکش، برادر من همسرش هم همراهش بوده. به جفتی به گوره باباشون خندیدن. به من دهنه تو به مردی که هیچ چی بهت نمیگن. صدق به بچه ها شما بی وجود. آره؟